So, امروز چندم دو دهم هست. Beautiful month. امروز هوا خورشیدی بود. Beautiful. این چارت اینجا چیه؟ So این چارت اینجا نوشته بود که تقریبا اینجا ولیوم های بیت کوین هستن و آدمایی که یک ماه پیش خریدن تو سودن. And هیچ کس نفروخته. هم آدمایی که جدید منن تو مارکت تو بیت کوین نمیفروشن، هم آدمایی از پیش که بالا یک ماه موندن اونا هم نمیفروشن بیت کویناشونو. و همش داریم میبینیم که این سوپلای داره دیکریس و دیکریس و دیکریس میشه. پس اون چه اتفاقی میشه؟ یه شورت اسکویزی برای این مارکت گنده براش میاد. پس میبینیم حتی آدمای جدید تو این مارکت اولین ماهشون هست، تو عمرشون بیت کوین نمیفهمن چی هست، بیت کوین خریدن و نفروختن. اصلا نگران نیستن برای هیچی. They're just like بذار بخرم ولش کنم. بازیش همینه برای بیت کوین. You don't need the brain. مخ نمیخواد. بخر ولش کن. That's it. حالا خبر دوم. امروز کوین بیس پرو اشتباهی XRP رو لیست کرد و دوباره پاکش کرد. گفته ببخشید من اشتباهی لیستش کردم. ببین موقعی که XRP رو لیست کرد برای دو ثانیه پامپ شده بود 10 سنت. و از اون زودی قطعش کردم دوباره. ببین اینجور چیزا اشتباه نیست. بدون که کسی اون پشت میدونست میخواست این کارو کنه که دوستش بره ترید بکنه یه لیورج 100 بگیره با 20000 دلار پولش رو در بیاره دوباره کوین بیس هم که اشتباه بود دستم خورد. نه بدون که این یه ذره خودش پولشویی بازی الکی مسخره. اما XRP لیست نشده به کوین بیس، مضبط باشین. انیویز بریم برای خبر سوم. امروز یه خبر مد در مورد اکس اینفینیتی با اسکولرشیپ. خب ببین اسکولرشیپ معمولی که ما میدونیم چه، مثلا میری دانشگاه یا کالج، خود دولت یا خود اون مدرسه بعد یه پولی بهت میده، ما به اون میگیم اسکولرشیپ، یا کلش رو میده یا یه مقدارش میده. حالا اکس اینفینیتی برای بچهای توی لاتین امریکا اسکولرشیپ ساخته، نه برای مدرسه، برای خود اکس اینفینیتی. آدمایی که تو لاتین امریکا مثل برزیل پول ندارن، مثل ونزوئلا که پول ندارن که 300 دلار خرید کنم یه دونه از این عکسی حیوانا، این اسکولرشیپه که حداقل کمکشون میکنه که این کار رو انجام بدن، 3 تا 300 دلاری حیوانی عکسی بگیرن و بازی کنن. حالا این اسکولرشیپش اینجوریه و اینسنتیوایز کردن که آدمای تو این کشورهای لاتین امریکا بازی کنن این عکس اینفینیتی و پلی تو ارن. حالا ایده خیلی خوبیه براشون. حالا به هر کس میگین اسکولرشیپ فکر میکنم مدرسه است، اما اسمش اینجوری گذاشتن چون لاتین امریکا یا چریتی بعد بهش بگی یا اسکولرشیپ، و گفتن بذار اسکولرشیپ باشه اسمش. اوکی پس اینم شد برای سومین اخبار. حالا میشون میریم کجا؟ میریم برای 24 ساعت امروز. اوکی میریم برای 24 ساعت امروز و میبینیم کوینای امروز چی پامپ شده و چی پامپ نشده. ایوکس 23% پامپ، ترون 19%، الراند آفرین برای بچه های تو بریک اوت چنل حالش کنی 19%، اسموسیس 14%، پولکادات 8%، کوسموس 8.2%، بیت تورنت 6.5، آوه 6 و آف کورس کوینای دیگه که 0.5% تو سودن. کیا تو ضررن تو این 24 ساعت؟ 5% هارمونی، آیکون 4%، کاردانو 4%، iOST 4%، نیر 3%، سولانا 3%، امدکس 2.5 و آف کورس کوینای دیگه که 0.2% تو ضررن. حالا بریم برای آن چین چارت های امروز، برای همین الان به همین ثانیه که تقریبا میبینی 209 تا بیت کوین از صرافی خارج شده و تموم شد رفت توی کولد والت دیگه. پس میدونیم که هنوز مردم خرید میکنن. دارم بهتون میگم پرایس داره میاد پایین، اصلا doesn't make sense، چون همه چیز داره نشونه هست که ماینرها نمیفروشن، کمتر و کمتر بیت کوین میشه. آدمایی که جدید الانم دارن میان دارن بیشتر بیت کوین میخرن و ولش میکنن، اصلا نمیخوان بفروشن. They don't want to spend their bitcoin. Okay, alright. حالا ما الان میتونیم بریم تو چارت های امروز برای بیت کوین. This is the chart for bitcoin. این تو روزانه دارم نشون میدم، خیلی راحت خیلی آسون. بعد یه ذره دقت کنیم به این چارت. حالا من 2-3 هفته پیش یه ویدیو ساخته بودم در مورد این چارت که موقعی که اینجا بودیم. حالا این ویدیو ریپلی رو گوش کنین که من اینجا چی گفتم.
اینجا رو خوب گوش کنید، هفتگی زر بیاد پایین، دوباره اینجا رو ریورس بکنه که میتونه چی بسازه؟ یک کاپن هندل تو هفتگی. اگه کاپن هندل تو هفتگی بسازه، به کوتاه مدتش میتونه 67000 تو بزنه، به بلند مدتش هم میتونه به لسی به 83000 تا بوده که تارگت منم چی بود؟ 83. حالا چی شد؟ داره تقریبا اون کاپن هندل ها رو داره کم کم میسازه. ببین میبینی این کرو داره میکنه، داره کم کم کرو میکنه. حالا اگر بیفته اینجوری، اگر اینجا رو یه دونه ویک بزنه به این رقم اینجا، تموم شد کاپن هندل. اگه اینجا یه دونه ویک بزنه تموم شد کاپن هندل. اما تقریبا دو هفته سه پیش داشتم اینو میگفتم، گفتم ببین it doesn't make sense که همجوری پامپ بشه از این پترن بیرون به این آسونی. ببین اگه به این آسونی هممون تو صد ایکس لیوریج بودیم، گفتم موضوع جدی تر از این حرفا. کاپن هندل میخواد بسازه اینو از دو هفته پیش بیفور که این پترن رو ساخته داشتم بدون این پترن با RSI با مکتیش نشونه یک کاپن هندل بزرگیه. حالا به بلند مدتش بالای 80000 تا، به کوتاه مدتش هم 67000 تا. بیوتیفول. سو به روزانه بیت کوین بیوتیفول. حالا بعد چیزایی بعد نگاه کنی. What should we look out for? Well, اولش یادتون نره که ما CME داریم. Okay. Sucks to be in CME, right? CME بیت کوین کجا هست؟ تقریبا 45125 دلار هست. You know, پس بعد فردا شاید باز بشیم بریز مارکت. حالا ما میدونیم که 99-98% سیمی ها پر میشن. حالا دو سه تاشون پر نشدن، حالا این یکی درصدش که ببنده زیاده. پس زیاد اگه شما تو ترید لانگین، take your profits. Honestly, take your profits. و صبر بکنید که مانده باز بشین چه اتفاق میفته. حالا شاید از اون اتفاقا بیفته که دوباره این رقم رو هیچ وقت عمرم نمیدونم، مثل 9600 تا، مثل 24000 تا، مثل 3900 تا، مثل این رقم ها. حالا ببینیم از اینجا چی میشه از ماندی. حالا if you're in long position offering بهتون $1000 تو سودی، but also be careful که ماندی میتونه کلاپس کنه مارکت دوباره و دوباره بکشه خودش پایین و از اون بره بره بالاتر. حالا always be careful برای ویکند ها، چون ویکند ها کم والیوم دارن و یه ذره والیوم خوب پامپ میکنه یک کوینی. حالا بریم برای ایتریوم. بریم ایتریوم ببینیم چیکار کرده. حالا ایتریوم رو تو چارت های کوین بیس نگاه میکنیم مثل همیشه، برچه تو کوین بیس چون از لیگل اکسچنج که با کل دولت امریکا کار میکنه و خود کوین بیس دلارش هم با دولت امریکا کار میکنه، so it's more adjustable برای این. حالا برای ایتریوم، well ethereum شرایطش فرق داره تو این سمت، well تو این descending triangle مثل بیت کوین، این پامپ کرد به بالاش به روزانش، هنوزم اون بالا. حالا بیت کوین زیرشه، ethereum بالاشه. حالا این تو چی باشه برای ما؟ یه نشونه باشه تو این مارکت که بگه او منو ببین، من بالای اینجا هستم، خوبم. حالا ethereum که توی فیبوناچیش هست با این رقمی که الان هست که $3,441 هست. چیزی که باید موضوع باشین که خود ایتریوم هم CME گپ داره، تقریبا CMEش هم همینجا $3,224 تا. حالا $200 بعد بیفته هیچی نیست، اما باز دوره میگم موضوع باشین برای مانده. حالا هیچ چارتی اینجا نشون نمیده که bearish باشیم or whatever. حالا یه ذره این داونساندی داریم، اما RSI داره تقریبا میخواد بره تو این رنج، دوباره تو این رنج بازی کنه. اما باز دوباره اگر توی پوزیشن خوبی هستی، take your profits دوباره. وایسه که مانده که کی هستی همی، کی میتونه پرشه؟ دو صبح انگلیس تو این موقع میتونه پرشه سی همی. حالا always remember که تو این پترن و این رنج بعد اگه باشه اوکیه، اما مانده که باز بشه be cautious برای مارکت. حالا هر موقع میتونه سی همیش پرشه، اما ما سعی میکنیم تو همون اولین روز پر بشه، اگر نشدش تقریبا مارکت میره بالاتر. حالا بریم برای ایدا. ایدا که میدونین که در 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 اسمارت کانترکتش رو ران کرده. ما ایدا منم توی صرافی بایننس روزانه نگاه میکنیم. بوم بوم بوم. دیروز پیروز گفتم که ایدا دیگه ریورسال میزنه چون ویکش رو کرده، الان دیگه حالتش خوب شده که پامپ بشه تو این مارکت. چون این ویک خیلی شدیدی زد.
حالا چیزایی که باید نگاه کنیم برای ایدا به روزانه که بعد این چند تا ریزیستنس لاین ها اینجا رو باید بشکنه. حالا به روزانه اگر هفتگیش رو همینجا ببنده اوکیه، چون بالای این نارنجی لاین همه. دومش اگه من برم برای تایم فریم های کوچیک‌تر، ببینید که یه دابلیو ساخته، حالا دابلیوش یه ریجکتد شده، اما خودش رو دوباره بکشه به $2.72 و یه 4 ساعته ببنده، هنوز مونده دیگه، هنوز 3 ساعت مونده، میتونه این دابلیو پترن رو درست کنه. حالا من از دیروزم گفته بودم، از پیروز، که این از پیش یه دابلیو هست، ما اینجاها بودیم و گفتم ببین این پترنش دابلیو میخواد بسازه. This is very obvious که این W بود و W ساخت، این هاش این W شه. حالا علامت چیکار کنه؟ بعد بکشه خودش رو بالای $2.72 که 4 ساعته ببنده. اگه 4 ساعته بست، ما میتونیم به کوتاه مدت بگیم کجا میتونه پرایس بره. به کوتاه مدت میتونه $3.15 برسه. اگر همه این تارگت ها اینجا رو شکوند بلا 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 و اینجا رو هم شکوند که میتونه برسه به تقریبا گیزه بکشمش پایین تر، پرفکت باشه. $3.11 حالا، $3.15، $3.11، $3.10 کاردینال میتونه برای خودش بره. So cardinal charts look beautiful right now. به کدام مدتش خیلی بیوتیفوله، چون این دامپ شدیدی که کرد ریست کرد خودشو. این فلاش کرش بود دیگه، تقریبا 30 ثانیه هر کس که بای اوردر گذاشته، که من اون موقع بهتون بودم بای اوردر بذارین تو این خطای قرمز، من گرفتین این ویو. حالا خط قرمز اینجا هم $2 رسید. So offline بهتون. Alright. So ما بریم الان به یوتیوب و بریم بچه ها چی رای گیری کردن. من already از پیش دیدم که همه تون نوشتین نفتر. Jesus Christ. همه روز دیگه شد نفتر. حالا چون ما برای 10 بار 10 تا ویدیو یا هرچی شده نفتر گذاشتین، دومین بزرگترین لایکش از آقای ال کپو پدرو پابلو و ایوس نوشته. حالا ما ایوس رو میتونیم نگاه کنیم و ببینیم EOS chart چه خبره. So let's go have a look at EOS. به USDT به صرافی Binance. Alright, so این EOS charts به 4 ساعته دارم نگاه میکنم. حالا یه ذره زوم آوتشم بکنم. Alright, so من تو روزانم بیارمش. Okay, so چیزایی که باید نگاه کنی برای EOS اینه که تو کف بازار. Okay, حالا یه پترنی که اینجا ساخته بود، من از پیش اوردی از ویدیوی پیشم که تو یوتیوب هست اوردی گفتم این کاپن هندل بود، بریک اوت کرد به بالا، دوباره ریخت تو این فلاش کراشه. حالا میتونه چیکار کنه؟ میتونه اینجا رو اوور ول، تقریبا میتونه اینجا رو هنوز یه کاپن هندل بگی، اما بگیم اینو اگه فراموش بکنیم، این ویکای این پایینو اینجا اگه فراموش بکنیم و همش اینجا رو نگاه کنیم، بزنین به خودمون بگین که این یه extended cup and handle. So یه کاپ، یه لیوانه، دو تا دسته ساخته. حالا تو این دو تا دسته یه دسته بلندتر هم ساخته برای آدمایی که دستاشون بزرگتره. Overall حد این چیزی که باید نگاه کنیم برای EOS تقریبا اولش اینجا هست. به من زوم می‌کنم برای روزانه. دو جا هست که ما باید نگاه کنیم. همینجا که الان هستش، بعد روزانه اینجا رو باید ببندیم. $4.90 بعد روزانه امروز رو ببنده دیگه، بزنه و ببنده چی میشه؟ یه اتفاقی اینجوری میفته، یه ذره ریتست میکنه و از اون میره برای بالا که این $5.53 رو تست کنه. حالا ما میدونیم که اینجا یه ذره ریزیستنس داره، مشکلی نی، حالا یا میتونه بشکنه یا میتونه نشکنه. اونجاش که رب داره با بیتکوین، که بیتکوین اگه خودش هم پامپ بشه اینو 100% میشکنه و میره به بالاتر. اما بعد از این تارگت ها، بعد تارگت های مکروش رو نگاه کنید که مثل این پترن رنج اینجا که تقریبا $7.16 دوباره یکی دیگه هم که یکی اینجاست. سو داریم همه این رنج ها رو داریم نگاه میکنیم. اما بعد از امروز حداقل 60 سنت پامپ میشه اگر روزانه رو همینجا ببنده، تو اینجا بالای اینجا. حالا به هفتگی هم یادتون نره بچه‌ها که هفتگی هم امروز میبنده و هفتگی برای EOS also بعد یه ذره خودش رو بکشه بالاتر که زیر این خط پرپل من نباشه. So obviously همه اینا رو داریم نگاه میکنیم و ببینیم از اینجا چی میشه. حالا یه چیزی که میتونیم بگیم تو هفتگی، میتونیم بگیم تو این پترنه. حالا من اینجا تمیز بکنم رنگاشو، میتونیم پینکش بکنیم، اینجا رو اینم پینک بکنیم. Oopsie daisy.
او مای گاد فیبوناچی هم خراب شد. اوکی پرفکت، بعدا اینو درست میکنم. میتونم دیلیتش کنم. یه چیزی اینجوریه، سو یه اسندینگ تراینگل هست که اگر هم تو هفته خودش رو بکشه بالا، دوباره یه ریزیستنسی میتونه اینجاها پیدا کنه که توش 6 دلار و 43 یا بخواد بگی 6 دلار و 50. پس اینو تو هفتگی دارم نگاه میکنیم و به خودمون داریم میگیم که اسندینگ تراینگل، اسندینگ تراینگل بولیش پترن هست. حالا تو کریپتو مارکت بیشترشون بریک داون میکنن، اما تو این رنجی که پترن داره نشون میده و این شرایطی که توی هفتگی دارم میبینم اینه که پرایسش میخواد پامپ بشه. حالا چیزی که باید اولسو نگاه کنیم به RSI که بالای این خط RSI باشه و از اینجا چی بشه؟ از اینجا باونس بکنه بالا به هفتگیش. All right. این هم شد برای امروز. مرسی برای همه.